دوستان سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدین به جلسات آنلاین هستی اوریان در آغاز پاییز 2020. کماکان مثل جلسات بهار و اواخر زمستان، این جلسات هم آنلاین برگزار میشه تا زمانی که اجازه داده بشه جماعت دور هم جمع بشن، مردم کنار هم قرار بگیرن و اجازه داشته باشن همه که در جلسات عمومی کنار هم قرار بگیرن. تا اون زمانی که این مسئله هنوز به تحقق نپیوسته در تورنتو، ما جلسات رو آنلاین در خدمتتون هستیم. به هر حال آرزوی موفقیت برای همه دارم، سلامتی برای همه دارم. خیلی خوشحالم که جلسات رو مجددن پی میگیریم و دنبال میکنیم از مباحث سالهای گذشته. در سال گذشته کل سال رو ما اختصاص دادیم به آخرین داستان مثنوی، داستان پادشاه و سه پسر، که یکی از شگفت انگیزترین داستانهای مثنوی است. من در پایان داستان توضیح دادم که ما هنوز نظرات خودمون رو راجع به داستان به طور کامل بیان نکردیم، نظرات هستی اوریان. اون چه که گفته شد نظریات متفاوتیه که وجود داره در این زمینه. حالا ما میخواییم اون داستان رو باز کنیم. آخر اون داستان، یعنی آخرین داستان، با قسمت آغازین مثنوی فوق‌العاده مرتبطن. برای اینکه بتونم خیلی از حرفهایی رو که باید بزنم باز کنم در خلال صحبتهایی که در چند جلسه آینده انشاءالله خواهم کرد، داستان رو از آغاز مثنوی شروع میکنیم، یعنی اون 18 بیت اولیه مثنوی بشنو از نی، از اونجا شروع میکنه و بعد خیلی توضیحات رو که مربوط به داستان آخره در این 18 بیت اولین و نخستین میبینید. چون بسیاری از شارحین مثنوی گفتن که تمام مثنوی خلاصه میشه تو این 18 بیت و تمام این 18 بیت خلاصه میشه تو بشنو از نی، و این مسئله زیاد گزافه‌گویی هم نیست. برای روشن شدن این موضوع ما مثنوی رو از آغاز اولین بیت شروع میکنیم. قبل از اینکه من بیت اول مثنوی رو شروع کنم و بریم سراغ بشنو از نی، یک دیباچه‌ای وجود داره که این دیباچه به عنوان مقدمه در بسیاری از مثنوی ها اومده، من جمله در مثنوی رمضانی که مورد استناد ما هم هست. ببینید این دیباچه، بعضی ها گفتن که مولانا در آخر مثنوی، در آخرین روزهای عمرش این دیباچه رو نوشت. بعضی ها گفتن که این دیباچه در پایان دفتر اول نوشته شده، چون میدونید وقتی دفتر اول تموم میشه 2 سال فاصله است تا دفتر دوم شروع بشه، شاید هم بیشتر. بعضی ها گفتن در پایان اول دفتر اول این دیباچه است، بعضی ها گفتن در آخر مثنوی، بعضی هم گفتن این دیباچه اصلا متعلق به مولانا نیست، بعدها این رو اضافه کردن. در هر صورتی من این دیباچه رو میخونم چون از نظر من شخصا بوی دهان مولانا رو میده، بوی گفتار و کلام مولانا درش هست. چون مسئله سر اینه که مثنوی یکی از نادر کتابهای تاریخ ما هست به طور کلی که با نام خدا شروع نشده. ببینید روش هر کتابی، سنایی، نظامی، فردوسی، شاهنامه، سعدی،
هر کتابی رو شما بیارید، رسم و قانون بر این بوده که با ستایش و حمد خدا شروع می شده، با نعت رسول، ستایش از حضرت رسول و خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و حضرت علی شروع ادامه پیدا می کرده. شما هر کتابی رو پیدا کنید همینه، به غیر از نادر شاید دو سه مورد پیدا کنید که اینطور نباشه. مثنوی تنها کتابیه که نه اینجور با نام خدا شروع شده، نه حمد و ستایش خدا و نه ستایش از خلفا، به این صورت شروع نشده. داستان رو هم بهتر از من شاید میدونید که وقتی حسام الدین چلبی میره پیش مولانا و میگه که رسم بر اینه که در خانقاه ها وقتی که سما میکنن و ذکر میگیرن ابیات عطار خونده میشه، ابیات سنایی خونده میشه، این شما بهتر نمیدونید که یک ابیاتی رو شما بگید که ما در مراقبه ها، در ذکرها، در سماها از اونا استفاده کنیم. میگن مولانا دست در امامش کرد و این 18 بیت رو در آورد، گفت قبل از اینکه شما بگید من خودم به این فکر کرده بودم و این 18 بیت رو شروع کرد. این قسمت آغازین مثنویه. و اینکه چرا با نام خدا شروع نشده، به موقعی که به ابیات برسم مفصلا توضیح خواهم داد، تا اونجایی که مربوط بشه به صحبت‌های ما توضیحات زیادی رو خواهم داد. این دیباچه رو میخونم از اون نظر که اگر مولانا گفته تفصیل و توضیح فوق‌العاده عمیقی از مثنویه، اگر هم مولانا نگفته کسی گفته که همراز و هم سخنش بوده، چون خیلی مسائل رو باز میکنه. اگر در مثنوی یه همچون چیزی رو نمیبینید علتش اینه. و صحبت‌های زیادی رو خواهد برد چون خیلی کلمات مهمی رو داره. قبل از اینکه من دیباچه رو شروع کنم برمیگردم به اصل صحبت‌های همیشگی و تکرار مکررات. هستی اوریان، این جلساتی رو که الان دارید میبینید ثمره 8 سال و 9 سال صحبت‌های مداومه. اگر به اون صحبت‌ها توجه نکنین و الان بخواید بیاید به این کلماتی که من میگم در این جلسات که اونجاها پایه‌هاشو ریختم و اینجا دارم مطرحش میکنم، نه تنها میتونه مسمر ثمر نباشه، میتونه حتی مضر باشه، چون پایه‌های اولیه رو نداریم، فکر به یک جای دیگه‌ای میره. باید مطالب گذشته رو گوش، نه اینکه فقط گوش کنید، نیوشا کنید، بو ببرید از صحبت‌هایی که شده. اون چیزی رو که من خدمتتون میگم، مثنوی به این روشی که هستی اوریان باز کرده تا به امروز با این لحن، با این عمق کسی مطرح نکرده. اولین باره، بارها هم گفتم این نه ادعاست و نه قلوه. ما بر سر صحبتمون هستیم، کاملا هم صحبت ها مستند، حرفی رو که میزنم. اگر در این سطح، در این عمق جایی کسی چیزی رو میشناسه بگه ما هم خوشحال میشیم، ولی اگر هم پیدا بکنه فوق‌العاده نادره. از همین روی درک آدم‌هایی که با عرفان آشنایی ندارن یا آدم‌هایی که با عرفانش آشنایی کمی دارن، آدم‌هایی که بسیار در ظاهرهای عرفانی موندن، با هستی اوریان به مشکل می‌خورن. همون جوری که خودتون الان توی کلمات مولانا می‌بینید در مثنوی، که مثنوی من عده‌ای رو هدایت می‌کنه و عده‌ای رو گمراه می‌کنه. اگر گوش دل نسپریم و نیوشان نکنیم بهره که نمی‌بریم، هیچی
مضر خواهد بود. این میخواد مثنوی باشه، این میخواد قرآن باشه، این میخواد هر کتاب دیگه ای باشه، وقتی درست نفهمیم به مشکل میخوریم. این رو برای اون دوستانی عرض میکنم که تازه با ما آشنا شدن و اطلاع زیادی از هستی اوریان ندارن. من میپذیرم مطالب فوق‌العاده در خیلی جاها سنگینه و درکش به این سادگی ها نیست، صحبت هایی که شده در این چند ساله، اما اینها ذهن رو به چالش میکشه، توجه بیشتر، شنیدن بیشتر و درک عمیق‌تر. اون موقع صحبت هایی که از این جلسه به بعد میشه میبینید هضمش چقدر راحت تر میشه. این هم از این داستان. اما دیباچه مثنوی. بسم الله الرحمن الرحیم. هاذا کتاب المثنوی المعنوی و هو اصول 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 دین فی کشف اسرار وصول و یقین و هو فقه الله الاکبر و شرع الله الازهر و برهان الله الازهر مثل نورهی که مشکات فیها مصباحون یشرق و اشراقن انوار من الاسباح و هو جنان الجنان زل ایون والاقسان زل ایون والاقسان منها اینون تسمى عند الابناء هازا سبیل سلسبیلا. این حالا ادامه داره، من تا پایین نمیرم، فقط شروع میکنم به صحبت راجب اینا. معنیشو توی همه جا توی کامپیوتر اینا میتونید راحت پیدا کنید در گوگل و اینها. من صحبتم چیزی دیگه است. هازا کتاب المثنوی. راجب کتاب مثنوی من چیزایی رو که میخوام خدمتون بگم صحبتهای تاریخی همه جا میتونید پیدا کنید، اینا چیز خاصی نیستش. اما دیگه تاریخ رو من نمیتونم عوض کنم، برای تاریخ من صحبت نوعی ندارم. این کتاب مثنوی، بحث من سر معنوی خواهد بود. میگه این کتاب مثنوی، کتاب مثنوی، اولا مولانا میدونید کتابی ننوشته، مولانا هیچ کتابی ننوشته و مثنوی وقتی که گفته میشه به همین خاطر میگن آخر مثنوی گفته شده یا آخر دفتر اول گفته شده که این مثنوی داشته شکل میگرفته. مثنوی رو مولانا میگفته، صحبت بوده، یعنی شعر بوده که مولانا میگفته، مریدها مینوشتن. تا اونجایی که تاریخ به ما میگه مولانا هرگز مثنوی رو تصحیح نمی کرده. ببینید اگر بیتی رو می آوردن پیش مولانا و می گفتن که آقا این وزنش درست نیست، از نظر ادبی اشکال داره، یا این لغت رو می تونید عوض کنید، در بعضی موارد اصلاحاتی صورت گرفته، مثل داستان معاویه و ابلیس که من اون موقع گفتم معاویه خال مؤمنین این رو تغییر داد، ولی اولین بیت این بوده. از اینجور به اصطلاح از اینجور رفع و رجوعها می کرده. اما اینی که ما بگیم این کتابی بود که این نوشت، نبوده. این فقط گفتاری بوده. مولانا میدونید در بند ادبیات اصلا نیست. اشتباه میکنن، مال قفلت و کمسوادیشون مولانا رو شاعر میگن. مولانا شاعر هست، نه این که نیست. مولانا قبل از اینکه شاعر باشه یک متفکر، یک هستی شناسه، منتها کلمات رو در قالب شعر بیان میکنه برای اختصار، چون در حالت نثر خیلی دیگه گفتار میره بالا. به هیچ عنوانم در بند قید درستی و غلطی به کار بردن کلمات مطلقا نبوده. این مال لغتی هایی که ما امروز داریم خب مال عدم شناختمونه، درست نمیدونیم، چون فکر میکنیم یک ظاهری رو بگیریم این خیلی مهمه. مثلا اگه من الان بیام به شما بگم که آقا
عطری زدم که خیلی خوشبوه، بلا فاصله ممکنه خیلی ایراد بگن عطر درسته. آقا یه عمر توی تهران ما یاد گرفتیم عطر، حالا منم میدونم عطر درسته، ولی دیگه بگم نون، نه آقا نان صحیحه. این سطحی‌نگری ها رو مولانا نداشته. به قول یک آقای حرف خوبی رو زد، گفت اگه تو مثنوی بخوای واقعا شعر صحیح درست پیدا کنی شاید به 2000 بیت برسی. اما مولانا در دیوان کبیر از نظر فصاحت قوقاست، در نظر فصاحت شما شک نکنید قوقاست. در مثنوی هست ولی نه اونقدر. بارها من شعراشو خوندم، قافیه اندیشم و دلبار من میگه من اندیش، به قافیه دفتر دو بود من میخوندم، میگه من هی میخوام وزن و قافیه رو درست کنم، انقدر این سطحی‌نگرها، انقدر این آدمهای ظاهربین، این آدمهایی که فقط میخوان ایراد بگن، میگن آقا چجور شاعری هستی که این وزنت با این قافیه نمیخونه، این فلانه. اما دلدار من به من میگه که به قافیه نیندیش، معنا رو بریزین تو. و این میخوام بهتون بگم این کتابی نیست که مولانا اومده میشه بسیارم دقت کرده که یک لغت این ورنو باشه، مطلقا اینجور نیست. بسیار اشتباهات ادبی پیدا میکنید، فوق‌العاده زیاد، چون بیشتر به معنوی پرداخته تا به سبک ادبی. درست در کنار مولانا، مریدان مولانا اونچنان به مولانا ایمان داشتن، کسانی که در کنارش بودن و درکش میکردن، میگه همیشه قلم و کاغذ دستشون بوده. مولانا کلمات رو حتی زمانی که اشتباه مطرح میکرده بیان میکرده، کلماتی که در اشتباه بیان کردنش هیچ شکی نیست اینها می نوشتن، چون وحی منزل می دونستنش. می گفتن که شاید این بر آینده به درد کسای دیگه ای بخوره. ما می گیم اینو بسیار از این لغت ها پیدا می کنید، بسیار از این لغت ها پیدا می کنید که جمع‌آوری شده. این کتاب ها کتاب نیست ولی جمع‌آوری این داستان ها شده که کلماتی رو از مولوی نوشتن که تو صحبت ها می گفته یا جاهای دیگه می گفته که اینها اساساً از نظر بیان مشکل داشته یا لهجه خراسانی داشته، ولی اینها می نوشتن. در جای دیگه هم می دونید چون صلاح الدین زرین کوب از نظر بیان، می دونید مولانا دوتا از بزرگترین مریدهاش که بسیار با اینها نزدیک بود بعد از شمس، یعنی شمس که استادشه، منظورم از کسانی که نزدیک بودن بهش، یکی صلاح الدین زرین کوبه، یکم خود حسام الدین چلبیه که حتی به مثنوی حسامی نامه هم میگن، نی نامه هم میگن. همه اینا رو اگه شنیدید اینا همه اسم مثنویه. این صلاح الدین زرین کوب فرهیخته نبوده، وقتی صحبت میکرده مثلا به جای قفل میگفته قلف، به جای مبتلا میگفته مطلا. مولانا برای اینکه با این داستان بتونه تو دهن مردم بزنه که بابا به مد عمق حرف برسید، خیلی جاها کلمات رو بد و اشتباه ادا میکرده که به ظاهر و در واژه نایستید عمق مطلب رو بگیرید. داستانی هست در مثنوی، داستان بلال حبشی، میان پیش پیامبر و به پیامبر میگن مثنوی مولانا اینو برای این میاره و خیلی زیبا مسائل رو مطرح میکنه. میگه که میان پیش پیامبر میگن آقا شما مؤذن گذاشتی، این به جای این که بگه حی علی الصلات میگه هی علی الصلات، این اصلا غلطه، همه به ما ایراد میگیرن. پیامبر میخنده میگه شما نگران نباشید، اینو درست به گوش خدا میرسونن، خدا میفهمه منظور بلال حی علی الصلات. یعنی خدا اینیستش که عربی یا فارسی یا زبان دیگه ای رو صحبت میکنه، اون داره به دلها نگاه میکنه.
هی علی الصلات یا هی علی الصلات برای کسی مثل بلال که ایمان داره مهم نیست. این داستان رو میاره مثلا مولانا و بعد کلام زیبایی رو میگه، میگه نکنه که دهنم باز شه و چیزهایی رو که شما پنهان میکنید، مریدانی که اینجور دقیق بسیار نکته سنج عمل میکنید ولی توتون خالیه، عیان کنم با اون درون بزرگ صلاح الدین زرکوب. اینا رو شما همه جا پیدا میکنید، اینایی که من دارم خدمتون میگم چیز خاصی نیست. پس کتاب مولانا ننوشته و فقط صحبت کرده و این رو هم مریدان نوشته، اما مثنوی باز هم بهتر میدونید، این یک سبک شعری، مثل اینکه بیاد یکی اسم کتابشو بذاره رباعیات، رباعی، غزلیات، اسم دیگه ای براش نذاره. ما میگیم رباعیات، میگه رباعیات خیام، ولی تا بگی رباعیات همه مثلا ذهنشون بره سمت رباعیات، بگن آقا رباعیات به معنی رباعیات خیامه. مثنوی یک اسم عامه، یک روش شعری عامه و این روش شعری خیلی ها به کار بردن، سنایی، نظامی، سعدی، خیلی ها رو سبک مثنوی شعر گفتن، اما این اسم عام معنی خاص پیدا کرده و شما به محض اینکه میگید مثنوی همه ذهنشون میره به سراغ مثنوی مولانا و این اسم عام از این جهت خاص شده و شما مثنوی رو در 6 جلد یعنی 6 دفتر میبینید. مثنوی احتمال خیلی زیاد در سنین 54 تا 56 سالگی مولانا سروده شده، یعنی درست زمانی که اون تلاطم ها و اون شورهایی که شما در دیوان کبیر میبینید یه مقدار تعدیل شده، در این زمان احتمالاً شروع شده به سرودن، در 6 جلد، در 6 دفتر بسیاری جاها پیدا میکنید. امروز روز من هم شنیدم و هم دیدم در مثنوی ها که میگن آقا دفتر هفتم مطلقاً بی خود میگن، چون آسمان باید 7 باشد، زمین باید 7 باشه، 7 شهر عشق، پس مثنوی هم 7 بوده. اینها ساخته ها و پرداخته هاست. حالا ترکیه این کارو داره میکنه یا کسای دیگه دارن این کارو میکنن، جدیدم نیست، این قدیمه. از نظر ما 25925 بیت مثنوی مورد نظر ماست. هر مثنوی هر چی گفته مسئله خودشه. ما اینها رو روی تحقیقات و کار تخصصی خدمتتون عرض میکنم، نه اینکه هر کی اومد تو کتاب مثنوی نوشته خب نوشته باشه، دلیل نمیشه مال مولانا باشه. در 6 کتاب بیشتر نیست، 6 دفتر بیشتر نیست مثنوی. بین دفتر اول و دوم فاصله هست که حالا به اونها هم بعدها میرسم انشالله. آخرین بیتی که ما در داستان پادشاه و سه پسر خوندیم، در اونجا نظر شارحین متفاوته. میگن این کتاب رو که نوشت، یعنی وقتی به این بیت رسید، 4 روز بعد مولانا مرد و این داستان ناتمام ماند، داستان پادشاه و سه پسر. بعضی دیگه گفتن نه، مولانا در رمز و رموزی داستان رو ناتمام گذاشت که به عمق داستان کسانی میرسن که در عمق حرکت میکنن. بعضی نوشتن 4 سال بعد از اون داستان مثنوی چیز مولانا زنده بود و بعد از اون مرد. همه اینها گفته شده، اما مثنوی در این 6 دفتر با این مشخصاتی که خدمتون عرض کردم به هر حال چیزیه که ما مورد بررسی قرار میدیم و ما اینجا راجع بهش بحث میکنیم.
این هم از مثنوی. اما یک چیز دیگه که قبل از وارد صحبت شدن بکنم، شما میبینید در این کلمات عربی که من خوندم مثنوی رو مولانا داره با قرآن مقایسه میکنه، یعنی مثلهو کمشکات، مثل نورهی کمشکات، چیز که صحبت میکنه سوره قرآنه، ببخشید آیه قرآنه، سوره نوره که الله نور سماوات و ارض بقیه اونه، مثل نورهی کمشکات مال ادامه اون داستانه. و این هم مورد نظر مولانا بوده، یعنی مولانا نه تنها، یعنی اولا تنها کسیه که در جامعه اسلامی کتابش با قرآن مقایسه شده. حتی در زمان خودش پسرش میاد میگه که خیلی هم ناراحت بوده، براشفته بوده، میگه خیلی هم میگن این قرآن به زبان فارسیه. من دعوا کردم این پسرش، گفتم نگیر اینها رو، که مولانا توهین میکنه به پسرش، میگه چرا گفتی همچون چیزی رو، این قرآنه، این وحیه، این در حالت هوشیاری گفته نشده، این در حالت ناهوشیاری گفته شده. بعد از مولانا هم خیلی ها بودن که به این موضوع اذعان داشتن که این کتاب کتاب وحیانیه، از جای دیگه‌ای حرکت کرده. دیگه شنیدین دیگه، جامی که من نمیگویم آن عالی جناب بود پیغمبر ولی دارد کتاب، یا این وردی که شنیدید مال قرن بیستم اقبال. خب اقبال کم کسی نیست، علامه اقبال لاهوری، مثنوی معنوی مولوی قرآن است به زبان پهلوی. یعنی بعد از 800 سال یا 700 خورده سال مسلمانی مثل علامه اقبال لاهوری قرآن به زبان پهلوی این رو میدونه و بسیار تو این زمینه صحبت شده. خیلی ها گفتن که اینها مبالغات غلو مولانا در این دیباچه، و خیلی کسانی که طرفدار مولانا هستند غلو کردن، حرفایی رو زدن که بوی به اصطلاح بزرگ کردن میده، بیش از اندازه دوست داشتن میده. من یه چیزی رو خدمت شما بگم، اینی که این داستان چقدر درسته قلو یا قلو نیست، شما برگردید به نظر ممیزانه خودتون، یعنی این که کسی که قادر به تمیزه، میتونه تمیز بده. اگر من الان به شما بگم من اینجا نشستم دارم نفس میکشم، آیا قلوف کردم؟ من دارم یه واقعیتی رو بیان میکنم. اگر اون قدرت تمیز رو داری که تشخیص بدی اون درسته. ببینید کلامی از حضرت علی نقل شده که گفتن که من، یعنی حضرت علی، در صراط مستقیمم. این کلام خیلی مهمه، یعنی من حقم و حق منه. خیلی هم به اون موضوع ایراد گرفتن که آقا این مبالغه است، در صورتی که نه، باید ببینی قدرت تمیز داشته باشی، اون وقت متوجه میشی که چقدر اینها به هم نزدیکن. و الا اگر بخوای عوامانه ببینی مثل عوام و ناسی که الان وجود دارن، بلا فاصله میگه نه آقا بزرگ نکنید، الکی مقدس نسازید، الکی مولانا پرستی نکنید. کسی مولانا رو نمی پرسته، حتی کسی قرار نیست مولانا بشه. اما وقتی یک واقعیتی راجع به فرد گفته میشه، اون واقعیت واقعیته. اگر من نمیفهمم قصور از فهم منه، اون یک واقعیته. چون ببینید ما در مسائل نفسانی چاپلوسی رو خوب یاد میگیریم. چاپلوسی یعنی این که
ما نشستیم داریم یک صحبت‌های بسیار عمیق و پیچیده از یه موضوعی میکنیم، بعد من بیام به شما بگم که نخیر آقا، من حقیر فقیر بنده ذلیل کلماتی را از جای ما به این چیزا عادت کردیم و فکر میکنیم اینا یعنی تواضع، اینها مسموم ترین نوع نفسانیاته که انسان از این ور بیفته یا از اون ور بیفته. شاید قبلا هم گفتم خدا رحمت کنه، استادی رو داشتیم در ایران خیلی سال پیش صحبت میکرد این موضوع رو میگو ببین این از اون بدبختیاییه که وقتی دامن تو گرفت دیگه رهات نمیکنه که بخوای خود کمبینی کنی یا نشون بدی که اهل تواضع و شکست نفسی هستی، این یک بلای شیطانیه. خیلی راحت خدا رحمت کنه ایشون رو میگفتن که آقا نشستیم پیچیده ترین نوع بحثایی که بسیار بسیار مغزهای بشری قادر به درکش نیستن مورد بررسی قرار دادیم، تعارف نداره که. چرا من حالا بیام بگم نه من ذلیل بنده حقیر سرتاپا تقصیر؟ اینها رو هر جا میبینید از مولانا داشته باشید، اینها نماد شیطان، نماد خضوع و تواضع نیست. دقیقا مثل همون داستانیه که بچه‌ای داشت از پشتبون میافتاد، میومد جلو، مادرش گفت برو عقب برو عقب برو عقب، انقدر رفت عقب که از اون ور افتاد. ما هم خیال میکنیم که هرچی حقیقت رو نگیم و هی بندازیم خودمون رو تو این بالا پایینی ها، یعنی متواضع هستیم. یعنی ببینید من هیچ ادعایی ندارم، مولانا ادعاش رو داره، داره صحبتش رو میکنه، میگه مثنوی منو بخون، مثل این پیدا نمی کنی و هو اصول 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 دین فی کشف اسرار وصول و یقین. هیچ کس در دنیا غیر از یه عده انبیاء الهی این ادعا رو نداشته که من در مثنوی هم راه وصل رو به تو میدم هم رسیدن به یقین رو به تو میدم. فوق‌العاده مبالغه آمیزه، اما حقیقت داره یا نداره تو با تمیز خودت تشخیص بده، نه با یه سری کلماتی که متاسفانه میندازن تو دهن قشرهای روشن فکر سطحی‌نگر ما که آقا مقدس نکنید، آقا کاپرفکت نکنید. عزیز من اگر یک پیغمبری، اگر یک بزرگی، اگر یک بودایی، یک زرتشتی ظهور کرد، من با این کلمات شیک تو باید اون رو از دست بدم به خاطر این فریبهایی که پشت این کلمات خوابیده. به جای اون برید و قدرت تمیز رو بالا ببرید. اینا نکته های مهمیه، اینا نکته های فوق‌العاده مهمیه که در قبال این موضوعات باید بهش توجه کرد. بسیار گفتن اینها مبالغه آمیزه، نظر خودشونه، من توجهتون رو تو این چندین و چند سال خواستم به این نکته جلب کنم که حرفها فوق‌العاده عمیقه، نه تنها به درد 800 سال پیش میخورده، به درد امروز من و شما هم میخوره، به درد 800 سال آینده من و شما هم میخوره، چون اینها از یک منبع دیگه ای اومده. حالا اون منبعی که اومده چیه؟ ببینید هازا کتاب المثنوی المعنوی، شما مثنوی رو همیشه با معنوی میبینید. محوریت صحبت من از اینجاست، تا اینجا که براتون صحبت کردم تو تمام کتاب ها، سخنرانی ها، هر کی هر جا صحبت کرده باشه این حرفا رو به وفور پیدا میکنید. این ها هم عرض کردم تاریخ، من هیچ دستی بهش نمیتونم ببرم چون یه اتفاقاتیه که افتاده، اما از مثنوی معنوی صحبت منش میشه. معنوی یعنی چی؟ معنویت یعنی چی؟ ما به چی میگیم معنویت؟ معنوی کجاست؟ اصلا یه نکته رو من
بگم اول کار تا اونجایی که سواد من اجازه میده، حالا اگر دوستان بیشتر میدونن بگم خوشحال میشم، چون خیلی سر این صحبت ها بحث داشتم با چه در زبان آلمانی و چه در زبان انگلیسی. معنوی معادل نداره. کسانی که تو این زمینه ها واردن میدونن. اشتباه نکنید، اسپریچوالیتی معنوی معنی معنوی نمیده، اینا کم اطلاعی ماست. ببینید شما دارید از اسپریت صحبت میکنید، از روح، روحانی. روحانی یعنی ملکوتی، نه روحانی معنی آخوند و کشیش و اینا، روحانی به معنی ملکوتی. همیشه صحبت اینه که خود روح سر تا سر معنیه، معنی در روح نهفته است. معنویت تا اونجایی که من میدونم معادل نداره. اگر میدونید اطلاع دارید به منم بگید، یاد بگیرم خوشحال میشم. این در وهله اول. دوم از همه، زندگی و جهان ما سر تا سر معنویته، مالا مال از معنویته. هرچی هست و نیست معنویته. منتهای مراتب هر شکلی به اندازه ظرف خودش، به اندازه توانایی خودش از معنا مملوه. به عرایزم خیلی عنایت کنید. ببینید شما الان زیباترین شعری که از مولوی میشناسید، زیباترین شعری که از حافظ میشناسید، بهترین جمله‌ای که پر از معناست، پر از معناست، شما این رو در نظر بگیرید. یه سطر، یک خط شعر نوشته شده، این کلام مال ویکتور هوگوه، مال مولاناست، مال هر کی. شما یه نگاه به این الفاظ میکنید در زمانی که آگاهید، یعنی واردید به مسائل، میبینید اوه 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 دریا داره موج میزنه تو این کلمات. آیا معنویت در زیر این کلمات خوابیده؟ یا اینکه این کلمات به اندازه توانی که دارن از اون دریای وجود گوینده پر شدن و اونجا نشستن؟ دوباره تکرار میکنم، معنا در کلمات و یا کلمات در حد غنا خودشون از معنویت اون گوینده پر شدن و اونجا نشستن. همه یه صحبت من باز کردن این کلماته. یه موقع هستش که شما شعر میگید، حرف میزنید، مینویسید. یه موقعی هستش که شعر داره شما رو میگه، این حال مولاناست. یه موقعی هستش که شما دارید شعر میگید یا حرف میزنید، یه موقع هستش که شعر داره مولانا رو میگه، اون حالت درونی رو بیان میکنه. این مثنوی من، مثنوی مولانا، معنویه. شما همین این جمله‌ای رو که من گفتم، هر جمله‌ای که براتون قابل درکه و عمق بزرگی توش میبینید، حالا مال مولانا، مال ویکتور هوگو، مال هر کسی دیگه، مال حافظ، هر کی، شما بیاین این کلمات رو بسابین. هرچی اینها رو بسابین، معنویتی از توش میاد بیرون؟ معنویتی نمیاد بیرون. قدیما میگفتن یک طلبه‌ای وقتی که میرفته درس بخونه، اینا هی میگن هو، همین هو، او، خدا، این در این خدا خوابیده. این میاد این کلمه هو رو سوراخ میکنه، ببینه خدا رو کجای این میتونه پیدا کنه. آیا پیدا میکنین؟ پیدا نمیکنین.
تمام ظاهر این کلمات، ظاهر این کلمات پر شده هستند از معنا. اون یک این کلمات یک سیمبل، یک ساین از اون عالم معنایی هستند که اون گوینده درش قرار داره. تو کلمات معنا نیست، اینها دارن نمایندگی میکنن اون گوینده رو، اون عالمی رو که این درش قرار داره. ببینید، شما بیاین تمام این شعر رو، این نوشته رو که من الان خدمتون گفتم، از نظر تخصصی بررسی کنید. میگید آقا معنای این تو نیست، این یه ذره جوهره روی سری کاغذ به یه شکلهایی که یه عده‌ای میتونن بخوننش نوشته شده، چیز دیگه ای تو این نیستش که، درسته؟ فرض کنید با معنا بدیم به یه کامپیوتر که از معنا بیخبره، یا آقا جز جوهر و کاغذ چیزی دیگه این رو نیست، معنا یعنی چی؟ کدوم معنا این توه؟ توجه کردی؟ جوهره و کاغذ، چیزی دیگه ای نیست. پس این دریای مواج کجاست؟ شما جای دیگه ای دارید با معنا مرتبط میشید. فقط و فقط این سیمبول ها یک سیم رابطن که شما رو وصل میکنن. به خاطر همینم هم میگیم انقدر تو این واژه ها گیر نکنید. تو شما هر گفتم واژه رو بسابی ازش معنا میریزه؟ معنا نمیریزه که. حالا من یه قدم از این میام جلوتر. تمام زندگی بشر، تمام این هستی رو که دارید میبینید، سنگ، درخت ها، حیوانات، انسان ها، ستاره ها، دریا، هر اون چه که در این جهان اصلی هست، شما همین خط ببینید که در اون معنا نهفته است. ما خطمون فارسیه، یکی خطش انگلیسیه، یکی خطش چینیه، و تمام اون معنا رو میریزه تو این قالب. خط عالم هستی این چیزیه که داری میبینی، خط عالم هستی این ساین هاییه، این سیمبول هاییه که داری میبینی. سنگ، شما سنگ رو بتراش، ببر در دقیق ترین آزمایشگاه ها، چی گیرت میاد؟ یه سری شکل، تغییر شکلهایی که در ماده به وجود اومده، غیر از اینه چیز دیگه جزئی نیست. شما یه گلو وردار، این گلو پرپر کن تو آزمایشگاه ها، دقیق مطالعش کن، میگه والا آقا این گل برگه و اون نمیدونم ساقست و این فلان و اینو، ما هیچ معنویت این تو نمیبینیم. مثل همون کسی که داره خط رو میخونه، خط فارسی رو یا انگلیسی رو، شعر مولانا رو، میگه این جوهره و کاغذ و مثنوی المعنوی الاصولی، نه یعنی چی؟ به ما میخواد مولانا مطرح کنه که چیزی وجود داره به نام معنویت که اون اصل، اصول، اصول زندگیه، اصول هستیه، اونه که تمام این سیمبول ها، این گفته های من مولانا قرار تو رو به اون وصل کنه. و الا اینه جز قلم مرکب که چیزی نیستن، کاغذ مرکب چیزی نیستن، که همون طوری که یک انسان رو بذاری در زیر کالبد شکافی، جز جز سلولاشو تجزیه کنی، هرگز معنای عواطف این، معنای حکمت و عشق این، معنای دانش اینو تو اونها پیدا نخواهی کرد. همینطور که این کلمات رو هر چی بسابی و هر چی بسابی، توش معنایی وجود نخواهد داشت.
این یک ساینه، یک سیمبوله که من رو به جای دیگه ای وصل میکنه. به این میگن معنا. معنا فوق‌العاده جهان، جهان که میگم جریان فوق‌العاده بزرگ و مواجیه که به هر شکلی به اندازه توان اون شکل درش معنا به وجود میاد. انسان توانش به اندازه توانش معنا درش حرکت میکنه، سنگ به اندازه توانش، گل به اندازه توانش، خوک به اندازه توانش، گاو و گوسفند، برو تا الاخر. اینا تمام اون خط نوشته هان که به اندازه ظرفیت خودشون معنا در خودشون جا دادن. منظور اینه که مثنوی من به اون معنا داره اشاره میکنه، نه به ظاهر خط. توجه میکنین؟ چیزی در جهان بی‌معنا نیست. حتی بی‌معنایی بی‌معنا نیست. مهمترین معنای بی‌معنایی همون بی‌معنی بودنشه. هر چیزی در این جهان ما از معنا به اندازه ظرفیت خودش پر شده. پس ما رو داره آشنا میکنه با یک عالمی که این عالم عالم معناست و هر اون چیزی رو که ما داریم با این ساین ها و سیمبل های ظاهری میبینیم زمانیه که به وسیله این وصل میشیم به عالم معنا. به این میگن معنوی، به این میگن معنا. شما زمانی که مادر خودتون رو میبینین، زمانی که فرزند خودتون رو میبینین، اون اشتیاقی که پیش میاد یا هر عزیزی رو میبینین، اومدن اون فرد عین این نوشته ها یه خطیه که شما رو وصل میکنه به معنویت عشق، دوست داشتن و محبتی که به اون فرد دارید. اون فقط یک سیمبوله. توجه میکنید؟ اون فقط یک سیمبوله. پس این کتاب، کتاب مثنوی معنویه، یعنی کتابیه که داره از اون معنا صحبت میکنه و شما رو وصل میکنه به اون معنا. بعد میگه و هو اصول دین فی کشف اسرار وصول و یقین. ببینید، میگه اولا دین، این کتاب من، این صحبتی که از مثنوی میشه، این اصل دینه. یعنی این که دین مسئله اصلیش وصل کردن من نوعی انسان هست به جایی که بهش میگن یقین. اصلا کار دین همینه، دین کار دیگه ای نداره. میگه این اصولی که من دارم ازش صحبت میکنم، اصولی هستن که توی نوعی رو، انسان نوعی رو وصل میکنن به یقین. همین وصول و یقین خودش کلی صحبت داره، این ادعای کمی نیستش. قبل از هر چیزی من یه نکته رو خدمتون بگم. شما این مقدمه رو از من داشته باشین تا برسم به اصول و یقین، چون اینا باز برمیگرده به معنوی، مثنوی معنوی. ببینید، شما محال ممکنه انسان دانشمندی رو پیدا کنید که دانشمندی واقعا برازندش باشه و آگاه باشه به داستان، فیلسوف باشه، دانشمند باشه، فرق نمیکنه، و ادعا کنه که ما به واقعیت خارج راه داریم. یعنی اگر شما یه اندکی رو بذارید کنار، هیچ کسی همچون حرفی رو نمیتونه بزنه و نزده. من اینو سالها سال قبل سری داستانی مطرح کردم
که ما هیچ زمانی راهی به واقعیت نداریم. اگر کسی میگه به خاطر قفلت خودش، نادانی خودش، کم سوادی خودش، کم سوادی که میگم نه اینکه مدرک نداره یا سواد خون، مدرک هم خیلی بالاست، شما شاید بسیار اندک پیدا کنید که اونها به دلایل تند به اصطلاح رادیکال بودن در رشنالیزم، یعنی در عقل گرایی اینا فوق العاده رادیکالن، یا در علم حسی فوق العاده رادیکالن، از اون متعصبینی هستند که ببین همش فقط باید تجربه بشه، باید حس بشه، یه اندکی از اون رو پیدا میکنید، خیلی کم که ادعا کنن بله ما به وسیله علوم امروزی به واقعیت خواهیم رسید. شما در هیچ دانشگاهی در غرب، شرق، هیچ فرقی نمیکنه، امروز، دیروز، هزار سال پیش، کسی پیدا نشده که ادعا کنه که انسان راهی به واقعیت داره. این صحبتایی هم که میشه ما نمیدونم در آزمایشگاه ها تحقیق میکنیم، نمیدونم به حقانیت میرسیم، اینا فریب نده کسی رو. اینایی که بهتون میگم یک صحبتای عمومیه و همه میدونن. اگر کسی هم میخواد منکر اینها بشه، بحث تعصبشه یا بحث کم سوادیشه. بله غیر ممکنه کسی در جهان از یک پایه‌ای از علم برخوردار باشه و یک قلب سلیمی داشته باشه بگه نه آقا ما راه به واقعیت پیدا کردیم. غیر ممکنه، نه الان نداریم، اصلا این راه بر انسان بسته است از نظر تواناییش، نه الان نداریم، هزار سال دیگه هم نخواهیم داشت. انسان راهی به واقعیت نداره از هیچ طریق. مولانا حرفش یادتون میاد، میگفتم اون شاید 7 سال 6 سال پیش من این صحبت رو میکردم، گفتم که همه میگن ما راهی به واقعیت نداریم، تنها جایی که پیدا میکنی میگه من میبرمت سر واقعیت مولاناست، میگه من دستتو میگیرم مستقیم میبرمت سر واقعیت میذارمت، و راه وصول به واقعیت، کشف اسرار واقعیت رو برات بیان میکنم. اینو از من داشته باشین مقدمتا. اما حرفی که میخوام بزنم، ببینید ما 3 گونه راه شناخته شده داریم برای دنیای معرفت و درک. ما 3 جور درک میکنیم، یعنی 3 مرحله درک داریم. اولین درک ما درک حسیه، به این میگن عقل حسی. شما میبینید، شما میشنوید، شما ارتباط برقرار میکنید، اینو بهش میگن عقل حسی. یادتون میاد در پارسال پاییز که شروع کردم چقدر توضیح میدادم که آقا یه سگ 300 میلیون سلول بویایی داره، ما فقط 5 میلیون داریم، پس ببینید چقدر کمتر از اون درک میکنیم حقیقت رو. بعد وارد سنسورهای ما که میشه، به جای اینکه ما اینها رو از 40,000 60,000 بایت اینها رو پروسه کنیم، 40 بایتش رو پروسه میکنیم. بعد به این نتیجه رسیدم که تمام عقل حسی ما بر اینا گفته های امروز دانشمندانه، اینها گفته دیروز فیلسوفانه، و اصلا کسی تو اینها نمیتونه شکی داشته باشه. اون چیزی که به درد ما میخوره از نظر این که بتونیم خودمون رو در این جهان حفظ کنیم و منافع خودمون رو تأمین کنیم، حفظ ذات کنیم، از بین نریم، همونقدر رو میفهمیم، هیچ راهی به چیز دیگه ای نداریم. این اساس عقل حسی ماست. یادتون هست از کامپیوتر مثال زدم؟ مثلا همین لپتاپی که جلوی من دارم این عربی ها رو میخونم از روش، ببینید این پشت چه خبر ها داره میشه. هیچ کدوم از اینا رو من نمیدونم. اون چیزی که به درد من میخوره فقط این نوشته هاست که این در اختیار من میذاره. اینقدر برای من لازمه.
به اون موقع ها رجوع کنید. قبل از اونم من این صحبت ها رو کردم. این زندگی ما، این عقل حسی ما فقط تا این اندازه به درد ما میخوره. نه اون چیزی رو که میبینیم اونیه که میبینیم، نه اون چیزی رو که میشنویم. برید خودتون روی ایستا تحقیق کنید، خیلی اطلاعات بیشتری به دست میارید. اینو بهش میگن عقل حسی. یک عقلی داریم، یک توان دیگه‌ای برای معرفت داریم که به این میگن عقل استدلالی، ریزنینگ. عقل استدلالی به مراتب از عقل حسی وسیع تره. شما میدونید این علم علوم متفاوتی که مثل ریاضی ما داریم پایش روی استدلاله. استدلال فوق‌العاده وسیع‌تر و عمیق‌تر از عقل حسی میفهمه و استدلال میکنه و نتیجه میگیره. عقل حسی شما به شما میگه که آقا جون، شما صبح نگاه میکنی خورشید از مشرق در میاد میره تو مغرب، پس در نتیجه خورشیده که حرکت میکنه. اونی که به شما میفهمونه که این زمینه که داره میچرخه، عقل استدلالیه که زیر پرتو علم متوجه این موضوع میشه، ولی عقل حسی رو متوجه نمیشه. تمام پیشرفت هایی که داریم، تمام تو هر زمینی از گاری ساختن تا موشک ساختن، مدیون عقل استدلالی ماست. این مرحله دومیه که ما داریم. حالا میتونید شما فقط توجه کنید، تجسم کنید که به نسبت این عقل حسی، این عقل استدلالی چقدر وسیع تره، چقدر بزرگتره. نوع دیگه ای از درک داریم که به این درک میگن شهود. شهود فقط مخصوص عرفانی نیست، شهود همه انسان ها درک میکنن. این فوق‌العاده از عقل استدلالی وسیع تره. من قبلا هم سالهای قبلم گفتم، الانم باز تکرار میکنم، دوستانی که تو این زمینه ها تحقیق میکنن، ترجمه انگلیسی این رو نگیرید intellect. بسیار من دیدم ترجمه میکنن شهود رو به intellect. ببینید من نمیخوام بگم غلطه، ولی منظور ما intuitionه، منظور ما intellect نیست، intuitionه در زبان انگلیسی، جایی که همون شهود، همون ناظر بودن، شاهد بودن مطرح میشه. این نوع درک فوق‌العاده وسیع‌تر و عمیق‌تر هستش از درک استدلالی. این در خیلی از انسان‌ها جلوه می‌کنه، در بسیاری از انسان‌ها خودشون نشون میده، مثل یک جریانی میمونه که وجود داره، چشمک میزنه، اما رو پنهان میکنه، ما دیگه نمیتونیم پیداش کنیم. به خاطر همین بهش میگه فی کشف اسرار اصول و یقین. شما بسیار به مسئله اینتویشن، به مسئله این شهود برخورد کردیم، همه ما کردیم. حالا شهود در مراقبه ها اتفاق میفته، در سما اتفاق میفته، در خیلی جاهای دیگه ممکن اتفاق بیفته، با فیض اتفاق میفته، اما شهود جریانیه که باید در درون انسان کشف بشه، انسان باید کشفش کنه. ما بسیاری از این توانایی های خودمونو کشف کردیم، انسان اولیه که نمیدونست عقل استدلالی چیه، هر چی رو که در ظاهر میدید با همون عقل حسی همون رو انجام میداد. یواش یواش عقل استدلالی کشف شد در انسان، یواش یواش خیلی چیزها به وجود اومد.
این شهود هم همین داستانه. ما باید با کشفش بهش برسیم. مولانا میگه من هم راه وصول به این رو دارم تو مثنوی میدم و هم راه یقین، ایقان، یعنی جایی که تو مستقیما با واقعیت در تماسی و واقعیت مستقیما با تو در تماسه، هیچ گونه ذهن و ذهنیتی وجود نداره، تو واقعیتی و واقعیت توه. اینا ادعای کمی نیست، نه افلاطونش، نه ارسطوش، نه ابن سیناش، نه امروز اینشتینش، نه هایدگرش، هیچ کسی همچون ادعایی نکرده. اینا رو توجه داشته باشین. میگه من دارم هم در این کتاب مثنوی کشف میکنم برای تو وصول به این تواناییت که این توانایی وصلت میکنه مستقیما با خود واقعیت و دیگه اصلا جای شکی نیست. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو بتاب. تموم شد. یعنی این نیستش که من بخوام به تو بگم، من راهش، یعنی مثلا مولانا این راه رو در اختیار تو میذارم. ببینید این یک جریان همیشگی بوده با اسمای مختلف، امروز هم همینطوره. دو جریان، یک جریان با دو صورت در ما در حرکته. ببینید یک بحثی رو من داشتم که آقا وقتی که ما کوریم و کریم و هیچ حسی نداریم، فقط به اندازه این که در این دنیا بتونیم سروایف کنیم عقل حسی به ما کمک میکنه، در عمل علم امروز و فلسفه گذشته دارن به ما میگن ارتباط شما با هستی مطلقا قطعه، پس چطور میشه من امروز یه موشک رو اینجا میذارم میبرم تو مریخ میشونمش پایین؟ چی گفتم؟ گفتم ما از یک عنصری برخورداریم، توانی برخورداریم که میتونه با جریان روشنی به نام علم ارتباط برقرار کنه و اون عقل انسانیه. عقل انسانی در دو مرحله، یک جریان، حالا در فارسی و در عربی عقل و 14 معنی میکنن، من به موقعش به این داستانا میرسم، اما این یک جریان با دو رویه، با دو چهره متفاوت. یکی این ظاهر اینوری که ما باش رو در رویم، یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم خودمون رو زاییده از مادری میبینیم، در بستر زمان رشد میکنیم و بعد هم میریم، میمیریم و در خاک سپرده میشیم. در این مسیر هم که داریم حرکت میکنیم یک نیازهای جدی داریم، خوردن، خوابیدن، نفس کشیدن، خیلی چیزهای دیگه، داشتن خونه، داشتن مال، داشتن همه اینها نیازهای ماست. عقلی در این روی وجود داره که این عقل رو مولانا بهش میگه عقل جزوی. این عقل جزوی همون اون تاریکی و محدودیتی که ما داریمه و فقط و فقط به درد این میخوره که بتونیم سروایف کنیم. اون عقل جزوی نباشه ما اصلا نمیتونیم سروایف کنیم، ما اصلا نمیتونیم به زندگی ادامه بدیم. میل به غذا، میل به خواب، میل به همسر، میل به چیزهای متفاوتی که در زندگی داریم، نمیدونم اولاد، تمام اینها باعث میشه که این جسم ما ادامه حیات بده. این اصلا نباشه جسم ما نمیتونه حیات ادامه بده، حیاتش رو ادامه بده. شما در این موضوع شک نکنید، هرگز مولانا خلاف این نگفته. میگه این یک جریانه، اما اگر این جریان مستت میکنه، این روی این ور سکه، فقط این ور سکه رو داری میبینی و به دنبال این میخوای بری، یقیناً مثنوی معنوی به دردت نمیخوره. مگر همین کارهای ظاهری بسیارم خوبه، میریم تو معنا، میریم تو مدیتیشن، میریم تو یوگا، میریم تو همه چی، بسیار مثبته. اما عزیز من تو با این به کشف اسرار و وصول یقین نمیرسی.
اینا بسیار چیز خوبیه در یک مرحله پایین. آرامش بهت میده، زندگی همین عقل جزویت رو بهتر از الکله، بهتر از مواد مخدره بدون شک. اما صحبت ما اینه که فی کشف اسرار وصول و یقین، ما تو اون مرحله داریم صحبت میکنیم. بسیار کسانی که با عرفان آشنایی ندارن، بگذرید امروز روز مد، مد اسپریچوالیتیه، اینها رو برای ما مد میکنن، اون ربطی به این داستان نداره. من یک کلامی رو بگم که داخل پرانتز تا برسم ادامه صحبتم، یه زمانی حالا یا شنیدین یا بعضی دوستان زنده بودن، یادتون میاد در کشور خود ما آقا مد، مد کمونیست بود، تمام ما مارکسیست شناس شده بودیم، همه شده بودیم کمونیست. آقا تو اصلا میدونی کمونیست چه؟ به دو تا صفحه، چهار تا صفحه از هگل خونده بودیم، شش تا نمیدونم کلمه قلمبه سلمبه از مارکس شنیده بودیم، سینه سپر میکردیم. شما سخن منو نگیرین، کسانی که تو این جریانات بودن تو کل کشور ما، کسی که راجع به کمونیست و ماتریالیست دیالکتیک واقعا نظرات صائبی داشت، اولیش دکتر تقی ارانی بود و سه چهار نفر دیگه، ما غیر از این اصلا نداشتیم، ولی همه کمونیست بودن. چهار تا هم از این صحبت‌های خارجی ماریجی ها رو بگیریم و اسم قلمبه سلمبه رو ببریم، حالا الان هم همین شده، دوران کمونیست تموم شده، هر کسی چهار تا اسم یاد گرفته و اینایی هم که این اسمایی هم که دارن یه چهار تا چیز میگن، اینا خیال میکنن عرفان یعنی که آره ما هممون یکی هستیم و در یک مسیری حرکت، یک مزخرفاتی که تو دکونه هیچ غیر عارفی هم پیدا نمیشه، اصلا من نمیدونم از کجا اومده. ما بحثمون اینجور حرفا نیست، ولی فراموش نکنید بحث ما این نیست مدیتیشن بده، نه بسیار خوبه، اما سطحشو بدون، سطحشو بدون، نه اینکه ما چهار تا حرف بشنویم فکر کنیم هم نشین شدیم با مارکس و هگل. خب ببینید، چون صحبت به اینجا کشید، من یه نکته ای رو بگم با دوستانی که امیدوارم صحبتهای من رو بشنوند. ببینید، جامعه ایران مطلقاً با عرفان آشنایی نداره، تو این من شخصاً هیچ شکی ندارم، برای اینکه عرفان مال خواص بوده، در زندگی خودشون بودن، کاری هم به هیچکی نداشتن، هر جام رفتن با نی و دف رفتن، هممون نی و دفشون رو دیدن و شادی و شعفشون رو دیدن، عرفان رو همونقدر میفهمیدن، ولی هیچ وقت وارد نمیشدن. متاسفانه با سقوط فلسفه های غربی و انهدام فکر و اندیشه در غرب و انحطاطی که به وجود اومد، اینا رو آوردن به یک سری مسائل بودایی که بلکه جلوی این انانگسیختگی که در غرب هست، آمار بیش از حد و اندازه خودکشی ها، دیوانگی ها و امثال اینها رو با اون بگیرن. خب حالا ما که دیگه نباید عقب بمونیم، که ما با جلوتر بدویم. بودا چیه؟ گیاه بخور. بودا چیه؟ فوش بشنو. خب برو بودا رو بشناس، بودایی شو. مثنوی رو بشناس، مولوی رو بشناس، مولوی شناس شو. با یک قاشق آب نیفتیم به شنا، اون وقت میریم تو یک صندوقی که همه رو گمراه میدونیم، فقط خودمون رو بالا میدونیم. اساس صحبت ما سر همین موضوعه عزیز من، فی کشف اسرار وصول و یقین. این یعنی مثنوی، نه برای این که من برم آروم شم فردا صبح به بردگیم در جامعه ادامه بدم. بابا این مال مثنوی نیست، حرف ما فقط همینه. اصلا مثنوی برای این که تو بری نمیدونم برده خوبی باشی، عقل جزویت بهتر کار کنه نیومده. برای این عقل جزوی انسان اونقدر خودش توان داره که توجه به این داشته باشه چی براش مفیده، چی براش مفید نیست، و اگر یک جاهایی هم به سمت ضررها میره، مسائلیه که در اجتماع باید کمکش کنن. اما این برای این نیومده که یک سری عقل‌های جزوی رو آرام کنه که من برم به کارم برسم، به همسر و فرزندم برسم،
آرامش بگیرم، عصبانی نشم. نه اینکه اینها بده، اینها اصلا بد نیست، اما شما کتابی که داره در این اوج خودشو مطرح میکنه آوردین به کجا رسوندیم؟ کار ماست دیگه. قدرت درک مثنوی رو که نداریم. من خودم رو دارم میگم، برم بچسبم به دو تا چهار تا آمریکایی که تو این شوهای تلویزیونی چهار تا حرف از مولانا زدن، چهار تا هم کتاب نوشتن، فوری ترجمه کنم پول دارم، یه عده بی خبرم بیان بخرم. آخه عزیز من، ما آگاهی نداریم به عرفان، قبول، ما عقل که داریم، همون عقل جزوی رو که داریم. من قبول دارم ما نه مثنوی شناس داریم. شما بگردین ببینید چهار تا تفسیر به درد بخور از این مثنوی که تکرار هم دیگر نکنن پیدا کردین به ما هم نشون بدین. اما عقل که داریم، آخه عزیز من، تسخیر در کائنات، اینا سوالاتیه که برای من میفرستن، من هم جواب میدم. آخه عقل رو به کار بندازیم، تسخیر در کائنات آنلاین. آخه عارف نیستیم، با عرفان آشنایی نداریم، عرفان رو محدود کردیم در یک سطح‌های خیلی ابتدایی. پیچیده ترین و قدرتمندترین توانایی درک بشری رو همچین شست و رفتش کردیم، کردیمش توی قالبای خیلی ابتدایی. و اگرم کسی باید میاد حقیقت به ما بگه، فای نه آقا، عرفان همینه که من توی این 6 ماه فهمیدم. عزیز من، آخه دوست عزیزی برام فرستاده بود، امیدوارم که خدا به همه ما کمک کنه، تیول ارز آنلاین. آخه بی خود فکر کنیم، مهمترین پایه های علوم غریب است. بابا یه فیزیک میخوای بخونی، یه شیمی میخوای بخونی که صدها و صدها استاد و دانشگاه و اینا وجود داره براش، میری آنلاین. باز خیلی جاها میگن باید حضوری بیای. آخه پیچیده ترین علوم که الان اینا ربط زیادی هم به عرفان نداره، اینا علوم غریبه است. اصلا این که تیول ارز شاید در طول تاریخ شناخته شده ای که مستشرقین و محققین تحقیق کردن 10 نفر رو بتونن اسم برن، 20 نفر رو بتونن اسم برن که سندهایی به دست اومده که اینا به این علوم وارد بودن. اینا اون مسائل بهش توجه کنید، ولی ما مشکلی با هیچی نداریم. آخه عزیز من، تسخیر در کائنات، نمیدونم 3 ماه میای این کارو میکنی، 6 ماه میری اون کارو میکنی. خب پس این ناساینا همه بیکارن، واقعا باید ول دارن میگردن. آخه به این سادگی هام که شما فکر کردید نیست. و از من داشته باشید، عرفان لطیفترین، پیچیده ترین، که به هیچ عنوان به قدرت عقل جزوی ما نمیرسه، دواناییه که در بشره، که راه کشف داره، که باید کشفش کرد. توجه میکنی؟ فی کشف اسرار وصول و یقین. این نیروی سومی که من نام بردم، این نوع سوم ارتباط ما با واقعیت، ارتباط ما برای رسیدن به واقعیت رو، به یقین رو بهش میگن شهود. شهود در مراحل متفاوتی پیش میاد. ببینید، یک طرف داستان ما این عقل جزویه، تمام این زندگی ما عقل جزویه. فرزندتو دوست داری، همسرتو دوست داری، کار میکنی، پروفسوری، دکتری، بیزینسمنی، به کره ماه میری، تمام این صحبتها رو میکنی، اینا همش برمیگرده به عقل جزوی. اینا همه برمیگرده به عقل جزوی. کلامی رو از مولانا، شعری از مولانا، از امیدوارم درست یادم مونده باشه، میگه که نه چون معراج زمینی تا قمر. بابا اون چی که من مولانا دارم میگم برای پرواز زمینی که بره به کره ماه نیست، تو برای اون عقل جزوی داری، میتونی بری کارتو بکنی. نه چون معراج زمینی تا قمر، بلکه تبدیل کلکی به شکر.
اگر شعر درست یادم مونده باشه، من دارم از یک تحول وجودی صحبت میکنم، یعنی این کشف این توانایی. ولی تو برای اینکه بخوای بری کره ماه عقلشو داری، شعورش هم داری، مثنوی هم نمیخوای، هر کی هم میخواد کشف رفتن به کره ماه رو از مثنوی در بیاره داره سر من شما کلا میذاره، هر کی هم میخواد بره واکسن کرونا رو از تو مثنوی دراره همون خرافات دینیه که داره سر ما کلا میذاره. شما برای اینا احتیاج به این چیزا ندارید. این یک رویه این عقله، یک جریان بزرگ فوق‌العاده عمیقی در باطن این عقل جزوی هست که به اون میگن عقل مفید. کشف اسرار در این عقل مفید، ارتباطی که شما برقرار میکنید، ارتباطی که شما برقرار میکنید با عقل مفیدتونه. عقل جزوی ما عقل کلکولیتیف تینکینگه، عقل حسابگره. به هیچ عنوان هم بد نیست، اشتباه نکنید، ما اوردی اینو داریم، ما در این حال در حسرت این عقل رو داریم و همه هم دنبال جذب منافعمون هستیم. اون چیزی که گم شده است عقل مفید ماست. میگه من راهی هستم، مثنوی من، برای اینکه تو به اون عقل مفید برسی. عقل مفید که برسی، اون وقت معنا رو هم میفهمی، معنوی رو هم میفهمی. حالا متوجه میشید، من دوستانی رو میگم که خب آشنایی دارن یا حداقل ادعا میکنن آشنایی دارن، فرق کسی مثل شمس، فرق پیری که اسرار کشف وصول و یقین رو میفهمه و رسیده، با دکتر ادبیاتی که میاد میشینه ساعتها نی رو توضیح میده، وزن و قافیه رو توضیح میده، فرق اینا با هم چیه؟ اون دکتر ادبیات، اون ادیب، ما به هیچ عنوان هم نمیگیم کارش بی ارزشه، اشتباه نکنید، به ظاهری از اینها میرسه و اون پیر داره در کشف اینها میره جلو برای سالک را که روشن کنه چه باید اتفاق بیفته. تا اینجا شد داستان. شما زمانی که به مسئله قبل از اینکه به وصول یقین برسم که بخوام این رو تموم کنم برم سرعت بقیهش، به یه نکته توجه کنید. عقل ما قدرت فوق‌العاده‌ایه، عنصریه که میتونه ما رو به تمام جهان هستی وصل کنه. با همون عنصر، با همون المان علم، وقتی که چفت میشه و روشنش میکنه، میبرتش تا بی نهایت هستی. این عقل یک خاصیت بزرگ داره، بسیار توجه کنید برای زن. عقل مرکز، عقل اصلا عنصر کماله، درسته؟ عقل عنصر کماله، عقل عنصر کماله. اما خوبی و توان فوق‌العاده‌اش اینه که بر نقصانهای خودش هم آگاه میشه، بر نقصانهای خودش آگاه میشه، از بالا داره به داستان نگاه میکنه و وقتی نقصان رو ببینه در رفعش قدم برمیداره. این یه تیکه آخر رو چون خیلی بهش توجه کنید. ببینید، شما میبینید بسیاری از انسانها از صبح تا شب درگیر هزاران فکرن، اما خوشن و میزنن و میرقصن و اصلا تو همین مهمونی ها و عیاشی ها و هرچی، حالا نه که مهمونی بده، منظورم اون چیزایی که دیگه خیلی عیاشی میشه، عشق دنیا رو میکنن، به ریش من شما میخندن که این حرفا رو میزنیم، درسته؟ شما این صحبت من رو بگیرید، اگر غلط بود حرفای من رو ول کنید. تمام این آدم ها با صدها فکر متناقض که در ذهنشونه، هزاران فکر متناقض که در ذهنشونه، خیلی هم راحت دارن کنار میان، در یک قفلتی دارن زندگیشون رو میکنن. میدونی چرا؟ برای اینکه اینا هرگز بر فکرهای خودشون مشرف نیستن، این فکران که رو اینها مشرفن.
اگر یه روانشناسی، یه آدم حکیمی بیاد افکار اینها رو بنویسه، بگه این کتاب وجودت بخون. اگه چی میگن کتاب تموم نشده دیوانه نشد، چون در اینجا دیگه عقل مدفونه، عقلی وجود نداره، فقط جلوه هایی از حرکات یک ظاهری از عقل جزویه. پس این رو در نظر بگیرید، وقتی که ما با عقل رو در رو میشیم، عقل کماله ولی نقصانهای خودش رو میبینه و در صدد برطرف کردن اون برمیاد. حالا وقتی که این روی سکه که عقل جزویه تبدیل شد به رویه عقل مفید، شما عقل جزوی رو از دست میدین، زندگی های عادی رو از دست نمیدین. اشتباه نکنید، اصلا این زندگی های عادی رو از دست میدین. بزن یه داستانی از خود مولانا بگم. مولانا نامه هایی داره به عروسش که حتی بینی تا اینجا اینا رو نگه داشتن، خصوصی ترین مسائل دختر همین صلاح الدین زرین کوب برای عروسش مینویسه که دخترم، اون چی که پسر من باید بکنه احترام به تو، برآوردن خوشبختی تو، وظیفه ما آسایش تو و رضایت تو از ماست. اینها در یک کلمات ظاهر سازانه عوام فریب متقلبانه گفته نمیشه، در صداقت قلب داره گفته میشه. توجه داشته باشین، زمانی که ما میرسیم به عقل مفید، وقتی جلوه عقل مفید در ما شروع میشه، در اونجا داریم یواش یواش وصول و یقین رو پیدا میکنیم. قدم های فوق العاده اولی است. حالا اینایی که من گفتم یعنی چی؟ یعنی این که شما در اثر مراقبه، در اثر فیض و یا هر چیز دیگه، هر نوع زحمت یا غیر زحمت دیگه، اینتویشنی براتون باز میشه، شهودی براتون روشن میشه، نوری درتون میتابه. این نوری که در شما میتابه اولین قدم در درک یک مطالبی. بذارید من با دو تا مثال حرفمو کاملا باز کنم. بسیار این نکته ها مهمه. ما زمانی که در عقل جزوی هستیم، جز منافع، جز خواسته ها، جز مسائلی که بتونیم زندگی هویتیمون رو ادامه بدیم نمی کنیم. یعنی شما فرض کنید کسی نمیاد احترامشو، عزت اجتماعیشو زیر پا بذاره، درسته؟ میگه آقا جون من آبرو دارم، من عزت اجتماعی دارم. اما زمانی که جلوه های عقل مفید میاد بالا، شما میبینید فرد دیگه در مسیر عقل مفیده. براتون مثال میزنم، خود حکیم صنایعی کیه؟ حکیم صنایعی کسیه که مولانا به عنوان حکیم، به عنوان عارف بزرگ، بارها اشعارشو گفته و ما هم صحبت کردیم. یک شاعر چاپلوس، از این شاعرای دربان درباری هایی که برای این شاه ها و این میدونم رهبرا شعر بگه و اینا هم هی بهش پول بدن و این هم هی تملق بگه. خب زندگیش هم راحت بود دیگه، بهتر از این بود به جرم دزدی میخواستن مچشو قطع کنن. اگه همین خیام به دادش نرسیده بود مچشو قطع کرده بودن. بهتر از این بود که یک جایی دید این برازنده ای این نیست، این نمیتونه این باشه، این کسی دیگه ایه. باز شدن عقل مفیده، این کسی دیگه ایه، جای دیگه ایه. براتون مثال میزنم، حتما شنیدین اسم کسی به نام آلبرت شوایتزر رو، حتما شنیدین
احتمال زیاد میدم همه دیگه چون مشهورتر از این حرف هست. این چیه؟ این حالا دیگه وقت ندارم، این در جاییه که امروز جزو خاک فرانسه است، از دانش جوای اشتراسبورگ و خب میدونی از دانشگاه های بسیار مهمه، کار ندارم. یک نابغه در زمینه موسیقی و فلسفه، قویاً همه دارن میبینن که این آقا داره تبدیل میشه به یکی از نابغه ترین و بزرگترین فیلسوفای اروپا که بره بزن از هگل اینا بالاتر. در موسیقی هم همینجور. این متولد 1875 یا 74 یه هم چیزاییه. افتخارات سخنرانی در دانشگاه های بزرگ جهان مثل سوربن، رفتن در این تالارها و دست زدنها و همه زیر پاش بلند شد، بزرگترین نابغه ها، بزرگترین نابغه اومدن، افتخار مملکت فرانسه. دیدید ما هی دنبال افتخاریم، خب همه انسان ها همینطورن. افتخار مملکت فرانسه، کسی که بتونن قشنگ فرانسوی ها خرجش کنن، بتونن قشنگ مطرحش کنن. یک دفعه عقل مفید جلوه میکنه. شما حساب اینو بکنید، ما در الان قرن 21 زندگی نمی کنیم، در اوایل قرن 20 داریم صحبت میکنیم، صحبت الان نیست. در جایی که سیاها دیگه دید میدونید در امریکا سیاهن، آفریقایی ها، ملت های ما مال خاورمیانه، انسان های درجه 5 و 6 به حساب میان، یعنی همه اینها باید فداشن تا یه فرانسوی زنده بمونه. این شرف و خون کوکیژینه، در اون عصر من دارم صحبت میکنم، 100 سال پیشه، صحبت 5000 سال پیش نیست. در جایی که اونقدر مسخره است که تو بخوای جون یک هندی، جون یک آفریقایی یا دیگران رو، هزار هزار اینا رو باید فدای پای چون خاک پای انگلیسی و فرانسوی که اینا نژاد برترن. حالا ممکنه خیلی بگن هنوز همینطوره، ولی خب روحاش خیلی قشنگ ماسمالی شده، ولی اون موقع اینا خیلی علنی بود. شرف تو اینه که افتخار برای فرانسه بیاری. این که آقا خانم پزشکی بخونه، پزشکی چی بخونی؟ پزشکی خوند، پزشک شد و گفتش که من باید برم آفریقا، نمیتونم. حالا توف و لعنت مردمش یه طرف، شما نگاه نکنین این جایزه صلح نوبل گرفت 1955-54 یه همچون چیزی جایزه صلح نوبل، این 50 سال بعد از اون مسائله. حالا دیگه یه بازی های شروع شده به نام حقوق بشر و برابری انسان ها و اینا، این 50 سال قبل از اونه. توف و لعنت مردم دیگه طرفه، از دست دادن حیثیت اجتماعی دیگه طرفه، بی ارزش شدنت که تو افتخارات ملیت رو داری هدر میدی برای یه چیزایی که اصلا معلوم نیست، اصلا با آدم حساب نمی آوردن. اینا پا میشه با زنش میره گابون، مرکز سل، مرکز طاعون، مرکز وبا، چه میدونم این طرفای داستان، آب روزی ها یه طرف، اون طرف با این مشکلات، تو بلند شو برو اونجا. و تو آسایش نمیخواستی؟ حالا افتخار مفتخار رو ول کن، لااقل میدی یه پول مفتی میگرفتی راحت میشدی. اینا چی خوردن؟ اینا از کدوم می یک دفعه خوردن؟ چی شد که یک دفعه آلبرت شد این آلبرت؟ چی شد که یک دفعه تو بری در دل هزاران بیماری و بگی این پرپز آف لایف منه، من باید این کارو بکنم؟ چی میشه که بودا دربار رو رها میکنه، پادشاهی رو رها میکنه، همه اینها رو رها میکنه و میره در دل جنگل ها به مراقبه میپردازه؟ چه اتفاقی میفته؟
چه اتفاقی برای اینها میفته، اینها چی خوردن، اینها چی داشتن و اینها چی نداشتن، چی جلوه کرد. به این میگه کشف اسرار وصول و یقین. من میخوام، یعنی مولانا، من میخوام برای توی انسان باز کنم که آدمهایی که تونستن عقل مفید رو فعال کنن و در مسیر عقل مفید حرکت کنن چه کار کردن، چی شد که یک دفعه من مولانا به اینجا رسیدم و از اینها گذشتم. مثنوی من اینه، کشف اسرار وصول و یقینه. من برای این اومدم که خب من وقتم خیلی وقت تموم شده، فقط خواستم تا این اندازه بگم که ما در دو جریان عقل مفید و عقل حسابگر حرکت میکنیم و هر دو جریان در ما وجود داره. ما فقط چیزایی رو که دوست داریم ببینیم میخواییم ببینیم و خیلی جاها میخواییم کسایی باشیم که دوست نداریم باشیم. وصول و یقین رو بیشتر از اینا باید توضیح بدم که اصلا یقین کجاست. تا اونجایی که بر کلمات میشه گنجوندش و میشه جلوش برد و دیگه بقیه داستان ها بمونه برای هفته آینده. خسته نباشین، تا هفته دیگه. روابط عمومی هستی عریان.